سلام دوستان، به کانال دکتر سلامت در یوتیوب خوش اومدین. با ما همراه باشید. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که چگونه می توانید با استفاده از برگ کلم درد و تورم سینه رو تسکین ببخشید. باور رایج این است که برگ کلم می تواند تورم را بهبود بخشد، میزان ذخیره اضافه شیر را کاهش دهد یا به متوقف کردن شیرسازی یا گرفتن نوزاد از شیر کمک کند. اما آیا این باور به حقیقت نزدیک است؟ آیا میان برگ کلم و شیردهی ارتباطی وجود دارد؟ با شیر دادن به نوزاد در هر زمان که او احساس نیاز می کند و شکل در آغوش گرفتن صحیح می تواند از تورم شدید پس از تولید شیر پیشگیری کرد. با این وجود اگر در هنگام شیردهی در پستانتان درد شدیدی احساس کردید، با یک مشاور شیردهی مشورت کنید تا مطمئن شوید موقعیت فیزیکی نوزادتان در هنگام شیردهی درست است. اگر تمام این موارد به خوبی پیش بروند، مشکل تورم بعد از یکی دو روز حل خواهد شد. اما آیا برگ کلم هم میتواند به بهبود تورم کمک کند؟ هنوز مشخص نیست که برگ کلم واقعا در بهبود تورم مؤثر باشد، ولی بعضی مادران از آن نتیجه خوبی گرفتند. یک تحقیق نشان داده که کیسه های ژل سرد به اندازه کلم برای کاهش تورم مفید هستند. با این وجود بنابر تجربه بسیاری از مادران، برگ کلم تسکین دهنده تر از ژل های سرد کننده است. برای این منظور باید از برگ کلم سبز و نه قرمز استفاده کرد. برگ های کلم را پس از شیردهی دور پستان متورم قرار دهید. اگر به کلم آلرژی یا حساسیت دارید، نباید حتی به این صورت نیز از آن استفاده کنید. همچنین باید به محض کاهش تورم استفاده از برگ کلم را متوقف نمایید، چون بعضی مادران احساس می کنند با ادامه این کار می توانند ذخیره شیر را نیز کاهش دهند. چگونه از برگ کلم استفاده کنید؟ اگر برگ کمک به موارد بالا از برگ کلم استفاده می کنید، به این راهنمای مرحله به مرحله توجه کنید. برگ های کلم را شسته، خشک و تمام رگ های بزرگ و برجسته اش را جدا کنید. برگ ها را در یخچال بگذارید تا سرد شوند. برگ های کلم را دور پستان خود و زیر سینه بند بگذارید به شکلی که با نوک پستان برخورد نداشته باشند. اگر برگ های کلم برای قرار گرفتن دور پستان شما شکل مناسبی ندارند، آنها را با یک وردنه له کنید. برگ ها را دور پستان خود بپیچید و بگذارید 20 دقیقه همانطور بماند. در مورد میزان استفاده از برگ کلم، توصیه های مختلفی از منابع مختلف وجود دارد که از 2 تا 4 بار در روز تا استفاده پس از هر شیردهی متفاوتند. به محض کاهش تورم یا ذخیره شیر اضافه و در مورد از شیر گرفتن و توقف شیرسازی هنگامی که احساس پر بودن بیش از حد پستانهایتان برطرف شد، استفاده از برگ کلم را متوقف کنید. ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید. اگر این ویدیو را دوست داشتید، حتما ما را در یوتیوب سابسکرایب کنید.